چگونه جهان اداره میشه. ما به راحتی نگاه میکنیم به انتخابات در بسیاری از کشورها که دموکراسی هم هستند و مردم پای صندوق های رأی رفتن، به دموکرات ها یا جمهوری خواه ها رأی دادن، اما اتفاقی آنچنان نمیفته. مثلا یک قوانینی که بسیار قوانین آنچنان مهمی نیست عوض میشه، پست ها عوض میشه، بعضی ها جاشون رو به بعضی دیگران میدن، اما واقعا در پس سیاست چیه؟ وسایل ارتباط جمعی همیشه سعی میکنن که به ما بگویند که دنیا چگونه اداره میشه و در پس این مسائلی که به عنوان سیاست اتفاق میفته چه کسانی هستند. ما هنوز به درستی نمیدانیم در وقایعی که در ایران اتفاق افتاد و حکومت پادشاهی تبدیل به این حکومت فعلی شد، واقعا در پس پرده چه بود. هنوز خیلی ها داریم در وقایع زمان دکتر مصدق و 28 مرداد صحبت میکنیم و گاهی اوقات که یک سندی منتشر میشه که وزارت امور خارجه آمریکا ناگهان میگه که مثلا فلان آیت الله رو پول دادیم، یک دفعه میفهمیم که ما سالها اشتباه کردیم و سیاست چیز دیگری بوده. واقعا سیاست چیست؟ جهان چگونه اداره میشود؟ مدتی پیش با دوست خوبم آقای دکتر رضا حاضری که در ملبورن هستن و از ما خیلی دوره، اما این روزها خوشبختانه به خاطر تکنولوژی قلب هامون به هم نزدیکه، حتی تصاویر رو هم به راحتی میبینیم و صدای هم رو هم میشنویم. بحثی کردیم راجع به این که در پس پرده واقعا چه کسانی هستند، سیاست چیست و جهان چگونه اداره میشه. دیدم که آقای حاضری نظریات بسیار جالبی در این باره داره. خواهش کردم که در این برنامه این هفته میهمان گرامی من باشه و با هم صحبت بکنیم، ببینیم واقعا جهان چگونه اداره میشه. آقای حاضری عزیز، بسیار محبت کردین که به برنامه اومدین. درود بر شما جناب کاردان و بر همکاران عزیزتون در تلویزیون اندیشه. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم و که بتونم درباره این مسئله با هم دیگه صحبت کنیم. برای من همیشه جالب بود وقتی با شما صحبت میکردم و شما مثلا یک بار به من گفتین که چرا بعضی از سیاستمداران که چرز کنم همه سیاستمداران ناگهان به دیدن پاپ میرن. مگر پاپ چه کاره است؟ خب مگر پاپ دنیا رو اداره میکنه؟ حتی کسانی که مثلا دینشون با اون درست نیست یا بسیاری مسائل دیگه. خیلی دلم میخواد از اول ببینیم واقعا دنیا چگونه اداره میشه و این جهانی که ما درش زندگی میکنیم که خیلی هامون مثل سر به زیر میاندازیم و میریم به دنبال حوادثی که داره اتفاق میفته و کسانی که ما رو دنبال میکنن، هل میدن به سوی آخر زندگی بدون اینکه فهمیده باشیم که جهانی که درش بودیم چگونه اداره شد. نظرتونه میخوام بدونم. بله جناب کاردان، همونجور که شما به درستی اشاره کردید، جهان سیاست جهان پیچیده است، اما قابلیت درک و فهم دارد و این رو میشه به راحتی به کسانی که تاریخ رو عمیقا میدونن میتوانند که توضیح بدن. درباره کشور خودمون در واقع چرا من این تحقیقات رو انجام دادم و این تحقیقات رو البته من سالها پیش کردم، ولی بعدا هر بار که هر اتفاقی افتاد در جهان سیاست من یک سری تحقیقات رو به این اضافه کردم و امیدوارم که به زودی بتونم اینها رو منتشر بدم، ولی یک بخش کوچکی از اونها رو امروز میخواستم با دوستان در میون بگذارم، به خاطر اینکه من میبینم که فعالان سیاسی ما چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران بشه دت از وقایع روز و از وقایع حقیقی، حالا وقایع روز نمیگویم ولی از وقایع حقیقی و واقعی که در دنیا میفته بدورن. من از مانند هر ایرانی دیگه ای پس از انقلاب در واقع تمام ذهنم و فکرم این بود که چه شد، چه بر ما رفت و چرا این گونه شد.
بنابراین از تا موقعی هم که پاسخم رو در واقع نیافته بودم، همواره این در واقع افکار در ذهن من بود، تا اینکه من قبلا رشته در حدی بود که من رشته ریاضیات محض میخوندم و پس از اون در واقع این رشته رو ول کردم و از در واقع سال اول دانشگاه وارد جامعه شناسی و فلسفه شدم و فقط به این خاطر بود که حقیقت رو پیدا کنم. خوشبختانه من استادان بسیار خوبی داشتم، استادانی داشتم که مشاور بعضی از تینک تنک ها یا اندیشکده های مهم جهانی بودند. بنابراین عرضم به حضور شما که توانستم با استفاده از این استادان و با استفاده از عرضم به حضور شما تحقیقاتی که خودم کردم و تطبیق گفته های اونها با وقایع کشورمون و وقایع دیگر جهان به یک سری نظریاتی برسم که این نظریات در واقع به زودی اینها رو انتشار میدم. این نظریات بر پایه شواهد و قرائن بسیار قوی هست و کسانی این رو متوجه میشوند که به عمق به ژرفا تاریخ رو بدونند. بنابراین من اولش اگر از دوستانی هستند که بعضی از مسائل رو متوجه نمیشوند، چون من برنامه گذشته ایم که با شما داشتیم خیلی در واقع ایمیل های زیادی گرفته بودم، متوجه هستم اینا شاید مسائل آکادمیک باشه، شاید برای گفتنش شاید در تلویزیون ضرورتی نداشته باشه، اما از اونجایی که ما جامعه ایرانی جامعه پاره پاره شده و تکه تکه شده هست و من امکان این رو ندارم که بتوانم در یک محفل علمی اینها رو به اطلاع کسی برسونم، بنابراین مجبورم که از طریق میدیا استفاده بکنم تا یک سری مسائل رو بگم، به این امید که کسانی که صاحب نظرن به این اندیشه ها توجه داشته باشن. بعضی از مطالبی که گفته میشه برای به خاطر اینکه بحث‌های آکادمیک و تاریخی هست شاید فهمش کمی دشوار باشه، ولی دوستانی که زمینه ها رو دارند در واقع به سرعت اینها رو در خواهند یافت و به قول معروف عاقل را یک اشارت بس است. برای همین هست که اگر اجازه بفرمایید من درباره آنچه که من بهش الفبای سیاست میگم و در واقع ساختارهای تاریخی قدرت در جهان هست امروز با هم بحث بکنیم، و قبلش البته یک اشاره کوتاهی من به دو تا از پرسش هایی که دفعه پیش از ایمیل ها دریافت کرده بودم با اجازه شما میکنم. این دو تا یکیش درباره مسئله ناسیونالیسم هست که من تو بعضی برنامه های میراث جاویدان ایران باستان که در خدمت شما بودیم به اونها اشاره کردم و گفتم که ما به دلیل فقدان هویت ملی که الان برای ما پیش آمده است و چون نه دولت ملی داریم و هویت ملی ما در واقع لگدمال شده، ما به شدت نیاز به این داریم که ناسیونالیسم ایرانی و میهن پرستی ایرانی، پاتریوتیزم ایرانی در واقع بازسازی بشه. گروهی از دوستان برای من ایمیل زده بودن، خب البته من متوجه هستم اینها صاحب نظر نیستند، ولی با این حال من برای روشن شدن افکار عمومی میگم که گفته بودن که ناسیونالیسم رو با پاپولیسم مقایسه کرده بودن و گفته بودن این حرفا عوام فریبی است، در صورتی که من میخوام عرض کنم خدمت شما از نظر علمی پاپولیسم یک در واقع برخورد هست، یک اپروچ هست، در صورتی که ناسیونالیسم، سوسیالیسم و حتی تئوری‌های مذهبی اینها ایدئولوژی هست، در واقع اینها یک سری کانسپت هست، یک سری در واقع مجموعه افکار و ایده هست. بنابراین اینها تفاوت دارد، ناسیونالیسمی که من میگویم با پاپولیسم. پاپولیسم فقط مربوط به ناسیونالیسم نمی‌شود، شما عوام فریبی را میتوانید در ناسیونالیسم داشته باشید، مثل فرض کنید کارهایی که برخی نه همه کارها برخی کارهایی که آقای ترامپ میکنند، یا اینکه پاپولیسم رو شما میتوانید در عرضم به حضور شما که افکار چپ داشته باشید مثل آقای هوگو چاوزی که فوت کردن در ونزوئلا و همچنین پاپولیسم و
مقام فریبی رو شما حتی میتونید در مذهب داشته باشید مثل آقای احمدی نژاد، و اینها در واقع فرق دارد با ناسیونالیسم از نظر تئوریک. در میدیاهای غربی میخوان این دوتا رو با هم قاطی بکنن، ولی پاپولیسم و ناسیونالیسم با هم فرق دارن. ایران تشنه ناسیونالیسم هست و در واقع ایران در میجوشد در این، و در هویت ملی ایران باید فکر کرد و باید این رو گسترش داد. من این رو ببخشید با اجازه شما فقط اضافه کردم برای اون دوستانی که خیلی ایمیل داده بودن گفته بودن این دوتا، خواستم بگم این دوتا با هم تفاوت دارد و من کاملا البته با برخی موافق هستم. اعلی حضرت فقید می‌فرمودند که ما دو ارتجاع در ایران داریم، ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه. من کاملا با ایشون موافقم که این دو در واقع خطرناکترین اونها بودند و ما دیدیم نتایجش رو، هم ارتجاع سیاه رو و هم اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه رو. اما من میخوام به اون اضافه کنم که ما ارتجاع سفید هم داریم. منظور من از ناسیونالیسم در واقع اون ناسیونالیسم تون روی در واقع این که خودش را برتر دانستن و در واقع باعث دشمنی ایجاد کردن با کشورهای دیگر و همسایگان نیست. ما نیاز به بازسازی هویت ملی داریم و من در واقع از ارتجاع سفید صحبت نمی کنم، چه اینکه برخی از افرادی که فرزند پانیرانیستی هستند و فلسفه پانیرانیسم دارند، اینها تا در واقع به حدی تندروی می کنند که حتی مخالف مدرنیسم هستند یا مخالف حکومت غیر متمرکز هستند، چیزهایی که امروزه در کشورهای غربی در واقع اثبات شده است که اینها برای ترقی و رشد کشور لازم است. من نمیخوام نام ببرم، ولی من کسانی رو میبینم که با مدرنیسم موافق هستن. من منظور من چنین با مدرنیسم ببخشید مخالف هستن. من منظور من چنین ناسیونالیسمی نیست. منظور من ناسیونالیسمی است که همراه با مدرنیسم باشد و آن چیزی که در زمان اعلیحضرت فقید ما در ایران داشتیم و خیلی در واقع کمک کرد به پیشرفت ایران. حالا اگر که اجازه بفرمایید جناب کاردان، من درباره این بحث امروز صحبت کنم. اینو من فقط بعد یک توضیح میدادم چون ایمیل‌های خیلی زیادی گرفتم که خلط این دو مسئله بود. اگر اجازه بفرمایید صحبت بکنم درباره بحث امروز. اجازه بدین یک نکته رو بگم، مثل اینکه اولا این لغت پاپولیسم از زمانی که این آقای ترامپ آمد بیشتر سر زبان ها افتاد و اینها و راجع به این موضوع. اما نکته ای رو که در مطالبی که شما گفتید برای من همیشه جالب بوده اینه که ما باید انسان زمانی خودمون باشیم، یعنی هیچ وقت نباید آنچنان بچسبیم به مطالبی که در گذشته اتفاق افتاده. همینطور که همه چی میتونه نو بشه، همینطوری که ما امروز با دوربین 20 سال پیشمون عکس نمیگیریم، همونطور با عقاید احتمالاً مذهبی سالهای پیشمون خودمون را اسیرش نمی کنیم، در زمینه سیاست هم باید مدرن باشیم. اما اول باید بفهمیم سیاست چیه. من میخوام در این برنامه با شما بفهمم که الفبای سیاست چیه و چه اتفاقاتی در دنیا میفته که ما گاهی اوقات متوجه نیستیم و بعد یک دفعه میبینیم که یک حوادثی آمده و یک بلایی سرمون اومده که قبلا پیش بینی نکردیم. کتاب‌های متعددی نوشتن که مثلا دنیا رو 300 نفر اداره میکنن، کسانی اداره میکنن. همین الان در مورد جمهوری اسلامی هم میگن که این آقای خامنه‌ای و اینها کاره آنچنان نیستن، در پس پرده احتمالاً در قم، در مشهد همه چی اداره میشه. نمیخوام، خواهش میکنم که برای ما بفرمایید که جهان چگونه اداره میشه. بله جناب کاردان، عرضم به حضور شما که ما در این زمینه کسانی که میخوان تحقیق بکنن، چه در منابع و چه در عرضم به حضور شما که اینترنت و چه در منابع و ریسورس های آکادمیک، شما تعداد زیادی ضد اطلاعات دارید و اطلاعات دارید، کانتر اینفورمیشن و اینفورمیشن شما دارید.
هم ضد اطلاعات است. این ضد اطلاعات هم در واقع عمدن در واقع گسترده میشه که اون کسانی که از توانایی تحلیل کافی برخوردار نیستند با خوندن یکی دو کتاب گمان بکنند که به ساختار جهان پی بردن و در واقع اون رو میدونن. اون مسائلی هم که راجع به کمیته 300 و اینجور مسائل میگویند از همین دست ضد اطلاعات است. این گونه نیست که جهان رو 300 نفر اداره بکنند. این به شدت مسائل پیچیده تر از این حرف است. اما ما یک سازمان هایی داریم که این گذشته در گذشته اینها سازمان های سری بودند، ولی امروز من به اونها سازمان های تاریخ قدرت میگم، سازمان های تاریخی قدرت، سازمان هایی که به یک سری منابع تاریخی عظیم دسترسی دارند و برای خودشون حقی قائلن در اداره جهان، برای اینکه اطلاعاتشون نسبت به گذشته بشری بر طبق در واقع آرشیف هایی که دارن بیشتر هست. البته من همونطور که در برنامه گذشته هم گفتم و در این برنامه هم باز میخوام تکرار بکنم، به هیچ وجه من هدفم گستراندن تئوری توطئه نیست. در جهان امروز، جهان بسیار پیچیده‌ای هست و عامل‌ها و پارامترهای بسیار زیادی در اداره این جهان نقش دارند، از جمله کمپانی‌های چند ملیتی، از جمله احزاب، گروه ها و ایدئولوژی های سیاسی که در واقع در هفته، البته در برنامه گذشته ما به اونها پرداختیم. همچنین ما بلوک های قدرت رو در جهان داریم، بلوک های سیاسی، بلوک های اقتصادی مختلفی که همین الان هم وجود دارن. درست است که دیگه بلوک شرق و غرب به آن صورت نیست، اما بلوک های منطقه‌ای الان ایجاد شده. ما در واقع ملیت ها رو داریم، ما گروه های ملی رو داریم، ما گروه های مذهبی رو داریم، ما سازمان های اطلاعاتی رو داریم، ما بسیاری از افراد و در واقع مؤسسات و نهادها هستند که مستقیم یا غیر مستقیم بر سیاست تأثیر میگذارن، ما میدیاها رو داریم و اینها. اما من هدفم این نیست که بخوام تئوری توطئه رو بگسترونم و بگم که هر آنچه که در دنیا انجام میشود زیر سر، فرض کنید، این نهادهایی است که من درباره اونها سخن میگویم. اما واقعیت اینجاست که این نهادهای تاریخی هستند و در تعیین استراتژی سیاسی برای کشورها و برای جهان نقش عمده رو بازی میکنند. ما در سیاست یک تاکتیک داریم و یک استراتژی داریم. ما ایرانی ها هم هممون در تاکتیک های سیاسی استاد هستیم. از همون موقعی که سینما رکس آبادان رو آتیش می زدن و اون رو به نام در واقع اعلیحضرت فقید یا ساواک می گذاشتن، مخالفین رژیم پادشاهی همون موقع در واقع تاکتیک های سیاسی رو داشتن به بهترین نحو اجرا می کردن. اینها همه تاکتیک هست. اما از استراتژی هیچ گونه اطلاعی ندارن. برای همین هم هست که وقتی انقلاب کردن و انقلابشون پیروز شد، حالا چگونه پیروز شد هم بعداً جای بحث میکنیم، بعد از این مسائل یک دفعه سورپرایز شدن، شگفت زده شدن که ای وای، انقلاب ما رو دزدیدن. حالا این اون مسائل عدم وجود دید استراتژیک هست و اینکه شما در مسائل تاکتیکی اگر یک سری کارها رو بکنید، تظاهرات را بندازید، نمیدونم حتی به دروغ کارهایی بکنید و اونها رو به حکومت ها نسبت بدهید، اینها امکان دارد مؤثر باشد در تحریک افکار عمومی، اما در عوض کردن استراتژی سیاست جهانی اینها مؤثر نیست. برای شناخت استراتژی سیاست جهانی باید با ساختارهای تاریخی قدرت در جهان آشنا شد. این مسائلی که من میگم مربوط به ایران نیست، حتی در کشورهای غربی، در کشورهای مثل در واقع آمریکا و کشورهای اروپایی هم استراتژی‌های کلان رو در واقع گروه‌های دیگر ذی‌نفوذی هستن که تعیین میکنن. من سعی دارم که به برخی از اینها بر طبق تحقیقات خودم اشاره بکنم، اما قبل از اون به عنوان جامعه شناس باید به چند نکته با اجازه شما از نظر جامعه شناسی آنتروپولوژیک جامعه ایرانی به اونها اشاره بکنم، مخصوصا در باره جامعه ایران، چون ما نه وقت داریم و نه من توان دارم که راجع به کل کشورهای جهان صحبت کنم. یک مقداری دفعه پیش من یک مقداری کلیتر صحبت کردم، با اجازه شما یک بخشی اگر اجازه بدید این دفعه فوکوس بکنیم درباره ایران به صورت گذرا. بفرمایید. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
بله خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که جناب کاردان، ما در ایران همونطور که عرض کردم در چند دهه اخیر ما یک سری گرفتاری هایی داریم، یعنی گرفتاری هامون هم بسیار بزرگ است. از مسائل مهمی که باید به اون پرداخت این است که ما سیاستمدار درجه یک در حد جهانی نداریم، سیاستمداری که بتواند اشتراک منافع در واقع ایجاد بکند، اشتراک منافع ایران و جهان رو. ما دیگه کسانی مثل روانشاد فروغی یا روانشاد قوام السلطنه رو در ایران متاسفانه نداریم، و برای همین هم هست که در گذرگاه‌های بزرگ تاریخی ما دچار زیان‌های بسیار سنگینی شدیم، بسیار سنگین، به حدی که حتی از کشورهای همسایه هم عقب‌تر افتادیم. دلیل اصلی اون این است که استعدادهای ما، یعنی افراد باهوش ما، افراد باهوش هم بر طبق استانداردهای جهانی منسا MENSA در واقع سازمانی که با بالاترین استانداردها رو دارد در تعیین هوش افراد، افرادی که ضریب هوشی بالاتر از 125 دارند، اینها به رشته های علوم متمایلند، به رشته های فنی تمایل دارند، مثل همین خانم روانشاد مریم میرزاخانی که ما به تازگی از دستش دادیم که به راستی افتخار آفرین بود در رشته ریاضی، یا امثال این رو قبلا خدمتون عرض کردم، مثل آقای فیروز نادری، خانم انوشه انصاری، پیر امیدیار، یا حتی موسیقیدان‌هایی مثل آقای شاهکار بینش پژو و غیره. اینها، این استعدادهای بسیار بالا و بلند ما، اینها میروند در رشته‌های دیگری و اینها در رشته‌های علوم انسانی نمی‌آیند، و برای همین هم هست که عرصه سیاست ایران و عرصه جامعه شناسی ایران گیر یک سری افراد شارلاتان افتاده است. این متاسفانه این رو باید عرض کرد. البته من به همه صحبت نمی‌کنم، من به اکثریت یا به اوریج جامعه یا میانگین جامعه صحبت میکنم. قطعا ما افراد بسیار برجسته هم داریم، من این رو باز برای اینکه اشتباهی پیش نیاد این رو خواهم روش تاکید بکنم، ولی آنچه را که جامعه ما و سیاست ما را میسازد در واقع اکثریت جامعه است، نه استثناء. بنابراین ما این مشکلات رو متاسفانه داریم. من از دوستان میخوام که یکی از این مسائلی که بسیار مهم است، من درباره ضریب هوشی صحبت کردم، از نقطه نظر جامعه شناسی و از نقطه نظر آنتروپولوژیک، یعنی انسانشناسی، آنتروپولوژی زیستی، مخصوصا انسانشناسی زیستی، IQ یا ضریب هوشی بسیار بسیار مهم است. ضریب هوشی تا اندازه مهم است که در CIA یک فکت بوکی هست، یا در واقع یک کتاب حقایق و وقایع هست، واقعیت ها هست، شما میتونید این رو اینترنت هم به صورت آنلاین به اون دسترسی داشته باشید. در فکت بوک CIA موقعی که مشخصات کشورها رو مینویسد، مثل جمعیتشون یا مثل نمیدونم منابع ثروتشون، محل جغرافیاییشون، میانگین ضریب هوشی رو هم مینویسد. میانگین ضریب هوشی نشان دهنده ضریب هوشی همه جامعه نیست. میانگین هوشی یعنی ضریب هوشی کسانی که بسیار بالا هستند، ضریب هوشی کسانی که پایین هستند، و متوسط همه با هم جمع بشود، تقسیم بر تعداد بشود. بنابراین وقتی من صحبت باز از میانگین ضریب هوشی میکنم، در واقع باز یک افرادی امیدوارم که دچار بدفهمی نشود و دوستان دریابند که من درباره اوریج یا میانگین صحبت میکنم. ما در ایران افراد باهوش بسیار زیاد داریم، افراد بسیار باهوش و نابغه هستند. نمونش هم همین آخر این تراژدی که اتفاق افتاد رو دیدید، امثال خانم مریم میرزاخانی بسیار زیاد هستن. حالا چون رشته قبلی من هم ریاضیات بود، من هم با ایشون و هم با کسان دیگری که هم دوره ایشون بودن اینها آشنا هستم، ولی بنابراین اینها رو میشناسم و این افراد بسیار نابغه ای بودن، و ولی متاسفانه نتایج زحماتشون میرود به نفع کشورهای دیگه و نسلهای دیگر رو اینها تربیت میکنن. اگر ما بخوایم نتایج رو خودمون بگیریم، اون رو باید در واقع به این دوستان وارد علوم انسانی بشوند و در واقع فضای فکری و فرهنگی ایران رو بسازند.
این افرادی که به این شدت باهوش هستن. این بسیار این مسئله مهمی هست که من روش تاکید میکنم. مخصوصا علوم انسانی امروز دوای درد ایران هست، مخصوصا جامعه شناسی بسیار بسیار مهم هستش در واقع به وجود آوردن گفتمان ها و دیسکورس های فکری. در یکی از در واقع اینو شما بدونید که این یکی از دیسکورس های فکری مذهبی که در پیش از انقلاب در ایران رایج شد رو آقای شریعتی که یک جامعه شناس بود به وجود آورد. ایشون یک جامعه شناسی بود که چون ساختارهای جامعه رو میدانست در واقع افیون به جامعه تزریق کرد، اما جامعه شناسانی ما میخواییم که در واقع پادزه به جامعه تزریق کنند. به هر حال من درباره ضریب هوشی که گفتم لطف بکنن دوستان نمودارهای 4-5 رو نشون بدم. 4 و 5 رو در پخش دوستان نشون بدن. بله، شما همونطور که میبینید در این عکس ما این البته شکل 4 هست که الان دوستان دارن نشون میدن. ما یک تست هوش ساده داریم که جواب این بسیار این رابطه پیدا کردن بین این شکل ها بسیار ساده هست. این در واقع نشون میدهد که اگر یک فردی با یک ذریب هوش متوسط هم داشته باشد جواب این رو میدوند و رابطه این رو پیدا میکند. و دوستان شکل 5 رو هم لطف بکنن نشون بدن. در شکل 5 همونطور که میبینید یک رابطه ها بسیار پیچیده هستند. برای پیدا کردن روابط پیچیده باید ضریب هوشی بسیار بالایی داشت تا بتوانید شما این ضریب این روابط رو پیدا کنید. ندانستن این روابط، نفهمیدن این روابط به مفهوم عدم وجود اونها نیست. این روابط وجود دارند و کسانی هستند که این روابط رو میبینند. دوستان لطف بکنن که این فقط دو نمونه از تست هست که من گفتم، یعنی در واقع چرا ضریب هوشی مهم است برای دیدن یک سری روابط خاص. عرضم به حضور شما که دوستان لطف بکنن که تصاویر 13 و 14 رو نشون بدن. بله، در تصویر 13 که دارن دوستان نشون میدن همونطور که میبینید ما یک سری کشورهایی داریم که سبز پررنگ هستن، یک سری کشورهایی داریم سبز کم رنگ هستن، یک سری کشورهای زرد رنگ رو داریم و یک سری کشورهایی داریم که در واقع به رنگ نارنجی و قرمز هستن. من به صورت سریع عرض کنم خدمتون، سبز پررنگ کشورهایی مثل ژاپن، مثل چین، مثل ایتالیا، مثل انگلستان، اینها کشورهایی هستند که ضریب هوشی بسیار بالای اوریج جامعه در اونها دارد. در سبز رنگ مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل استرالیا، مثل روسیه، مثل کشورهای مثل آلمان، اینها ضریب هوشی بالایی دارند، اما به اون حد اون کشورهای دیگه یک کمی نمیرسند. ضریب هوشی بالا منظور من در واقع ضریب هوشی 100 حدود 100 هست. ضریب هوشی 100 در واقع ضریب هوشی نرمال هست. ضریب هوشی بالاتر از 100 آن چیزی هستش که ما در کشورهای ژاپن، چین، بریتانیا یا ایتالیا میبینیم. ضریب هوشی 100 چیزی است که در حدود 100 در واقع چیزی است که ما در آمریکا، کانادا، استرالیا، روسیه و این کشورها میبینیم و کشورها تعداد زیاده. من فقط به عنوان نمونه نام میبرم. اینها ضریب هوشی بالا اما متوسط هست. ضریب هوشی یک مقدار پایینتر، ضریب هوشی حدود 80 خورده ای هست که ما در خاورمیانه میبینیم. ضریب هوشی بسیار پایینتر، یعنی حدود بین 70 از پایینتر از 70 و حدود 60 رو ما در 60 رو در واقع آفریقا میبینیم و حتی تا ضریب هوشی 50 رو هم ما در برخی کشورهای آفریقایی داریم. این یک تحقیق علمی یه جامعه شناسی هست و یک تحقیق آکادمیک هست، یعنی فکت هست، حقیقت هست که مو در واقع به قول معروف لای درزش نمیره. و دوستان لطفا تصویر شماره 14 رو نشون بدن. در تصویر شماره 14 یک نقشه دقیق تر از ضریب هوشی جهان هست که اینجا حتی تفاوت جزئی کشورها مشخص هست. من فقط در روی این نقشه بگم ضریب هوشی یعنی در واقع سن فکری به سن زیستی. اگر سن فکری یک نفر با سن بیولوژیکی اون تطابق کند، ضریب هوشی اون فرد در واقع 100 است. اگر با سن فکری بالاتر باشد،
در واقع ضریب هوشی فرد می شود بالای 100 و اگر سن فکری کمتر از سن زیستی باشد ضریب هوشی می شود زیر 100. تست هایی هست که این رو در واقع مشخص میکنه. بنابراین یک انسانی امکان دارد فرض کنید 40 ساله باشد از نظر فکری مانند 60 ساله فکر کند، یا انسانی امکان دارد 60 ساله باشد از نظر فکری مثل 40 ساله فکر کند. اینها اون چیزهایی است که در واقع ضریب هوشی تعیین میکند و پیدا کردن روابط. این نقشه دوم نقشه دقیقی هست که در ادامه همون چیزی است که گفتم، این هم یک تحقیق دیگر آکادمیک است شکل 14 که در واقع ثابت میکند که تحقیقات گوناگون به یک نتیجه واحد کم و بیش رسیدن، تفاوت‌ها بسیار جزئی است. در برخی کشورها مزری به هوشی بسیار بالایی داریم، حتی بالاتر از 105 هست. البته میانگین جامعه هزاری به هوشی بالا باید بالاتر از 125 باشد، ولی به طور کلی در بعضی از کشورها عرضم به حضور شما که میانگین جامعه اگر یک چیزی حدود 100 و بالای 100 باشد، این یک جامعه است که باهوش حساب می شود. خب حالا لطف بفرمایند دوستان تصویر شماره 15 رو نشون بدن. تصویر شماره 15 نشون میده که متاسفانه با مهاجرت‌های بزرگی که انجام میشه و با جابجایی‌های بزرگ در واقع ضریب هوشی جهانی در سال به سال میانگین ضریب هوشی جهانی کاهش پیدا خواهد کرد. این یک پیشبینی خیلی جالبی نیست، اما یک تحقیق علمی هست و نشان میده که در آینده ما با انسان‌های سر و کار خواهیم داشت که احتمال دارد حتی ضریب هوشیشون از آن چیزی که امروز هست پایین‌تر باشد، به ویژه در برخی کشورهای خاص. لطف بفرمایید دوستان تصویر شماره 16 رو نشون بدن. در تصویر شماره 16 و همچنین لطف بفرمایید الان 17 رو نشون بدن، چون دوتا عین هم هست. بله 17. این نشان میدهد که این یک تحقیق علمی جامعه شناسی انجام شده است، رابطه میان ضریب هوشی و باورهای مذهبی هست. یعنی شما هر چقدر که ضریب هوشی فرد بالاتر باشد نشان میدهد که هر چه ضریب هوشی بالاتر باشد نشان میدهد که باورهای مذهبی کمتر است و این یک فکت علمی و ثابت شده است. من اینها رو نشون میدم، اون کسانی که جامعه شناس هستند دقیقاً متوجه میشن که من دارم از چی صحبت می کنم. بنابراین در جوامعی مثل خاورمیانه که ضریب هوشی متوسط زیاد بالا نیست، اون وقت متوجه خواهید شد که چرا در واقع باورهای مذهبی تا این حد بالا هست. یعنی این یک رابطه علمی هست که در واقع این ثابت شده. می توانید که ببینید، من فرصت بیشتر این گراف و این نمودار فرصت توضیح بیشترش نیست. خیلی ممنون از دوستان که این رو نشون دادن. خب اما درباره این بخشی که من صحبت کردم، یک بخش جامعه شناسی در واقع بود که دوستان بدانند که چرا برخی ها برخی روابط رو نمیفهمند، چرا برخی ها مذهبی ترند و چرا خاورمیانه یک سری مشکلاتی دارد که در برخی نقاط دیگر نیست. خاورمیانه و آفریقا در واقع این مسائل در واقع هست. من باز این رو اشاره میکنم که من از میانگین جامعه صحبت میکنم و نه از الیت جامعه و در واقع برگزیدگان جامعه. متاسفانه آن چیزی که در انقلاب ها اتفاق می افتد، که از جمله در انقلاب ما هم اتفاق افتاد، در البته ما که انقلاب اسلامی منظور من هست اتفاق افتاد، این هست که در انقلاب ایران الیت جامعه به طور کلی منهدم شد. منهدم شدن الیت جامعه یعنی افتادن کارها به دست یک افراد میانگین جامعه، و افراد میانگین جامعه هم که الان من براتون توضیح دادم، جامعه ای که الیتش متلاشی بشود، اون جامعه اون در واقع نخبگان نداشته باشد، اون جامعه متاسفانه آینده خوبی نخواهد داشت. نخبگان ایرانی مخصوصا پس از انقلاب که در ایران انجام شد، از ایران تعداد زیادشون خارج شدن. عرضم به حضور شما که به بهترین مغزهای ما از ایران رفتند، حدود 5 میلیون ایرانی از ایران رفتند، که اینها اگر برگردند به ایران میتوانند یک تحول عظیمی هم در خود در واقع میانگین ضریب هوشی جامعه ایجاد بکنند. اینها به تعداد زیادی کشته شدند، تعداد زیادی رفتند، و از این نظر انقلاب صدمه بسیار زیادی به میانگین ضریب هوشی جامعه ایرانی و در متلاشی کردن طبقه الیت اون وارد کرد. آقای دکتر،
نمیدونم، میخوام یک نتیجه گیری کنم، امیدوارم درست باشه. یعنی فکر میکنید که کشورهایی که ضریب هوشیشون پایین تره یا بسیاری از کسانی که ضریب هوشیشون بالاست از مملکتشون خارج میشن، کشورهای دیگه و سیاست گزاران دنیا بیشتر میتونن بهشون مسلط بشن، باشون بازی کنن، اما در کشورهایی که ضریب هوشی بالاست که شما فرمودید مثل ژاپن و غیره، البته چین رو نمیدونم، برای که ضریب هوشی در چین اینطوری که شما آمار دادید خیلی بالاست، ولی آنطور که باید و شاید فکر نمی کنم که مردمش از نظر سیاسی آنطور باشن که دلشون میخواد. بنابراین ضریب هوشی نقش اساسی در مورد سیاست بازی میکنه. بله، ببینید دقیقا شما درست گفتید، ضریب هوشی مردم در واقع میانگین متوسط، میانگین و متوسط جامعه نشان دهنده این هست که آیا میشود با مردمی کشور بازی کرد یا نه. البته این یک عامل و یک پارامتر بسیار مهم هست. وقتی شما از نظر علمی قضیه رو بررسی میکنید فقط به یک پارامتر نگاه نمیکنید. عامل دیگر مثلا عامل مذهبی هم هست که این که از بخت بد در واقع چه مذهبی نصیب اون مردم شده، عامل که اون فرهنگ جامعه رو در واقع میسازه. همچنین ایدئولوژی هایی که به زور بر یک جامعه حاکم میشن. ببینید در چین اون انقلابی که انجام شد، انقلاب کمونیستی، به زور بر جامعه حاکم شد. در ایران هم در پیش از انقلاب ضریب هوشی به اینقدر پایین نبوده و الیت جامعه ای وجود داشتن که اون الیت در واقع میانگین رو به شدت بالا بردن، اما یک طبقه به زور حاکم شد. اما به هر حال شما وقتی بررسی میکنید این عامل رو میبینید که ضریب هوشی در باورهای مذهبی، در قدرت سیاسی کشورها، در قدرت اقتصادی کشورها نقش مهمی رو ایفا میکنند. این البته مفهوم نفی پارامترهای دیگر نیست، باید قضیه رو چند بعدی بینید. خب اجازه بدین که ما بریم به دیدار چند پیام بازرگانی و برگردیم بحث رو ادامه بدیم. برای من بسیار جالب بوده، میخوام زودتر پیشرفت بکنیم ببینیم که وضعیت سیاسی دنیا واقعا چجوریه. با هم میریم و برمیگردیم آقای دکتر فاضلی. بله بله. با درود، برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا میکنید. مهمان عزیز من آقای دکتر رضا حاضری هستن که از استرالیا با ایشون داریم صحبت میکنیم، با هم تماس گرفتیم. از گوشه دیگر دنیا ایشان دکتر جامعه شناس هستن و ما رو آشنا میکنن به بسیاری از نقاطی رو که ما شاید تاریک میدیدیم، شاید خاکستری میدیدیم و شاید بیشتر به شایعات توجه میکردیم تا واقعیت در مورد سیاست. آقای حاضری عزیز، در مورد هوش و استعدادهای ملل جهان صحبت کردیم، اما ببینیم که سیاست در این دنیایی که بعضیا آنچنان که باید و شاید ملت‌های باهوشی نیستن، یعنی ضریب هوشیشون خیلی بالا نیست اما بعضی ها پایین تره، سیاست با اینها چه کار میکنه و اصولاً الفبای سیاست چیه؟ بله، همونطور که عرض کردم خدمت شما جناب کاردان و در برنامه گذشته هم ما توضیح دادیم. در برنامه گذشته من درباره خیلی ساختارا صحبت کردم، ایدئولوژی ها، احزاب سیاسی، بلوک های قدرت، فلسفه های مهم، فلسفه هگلیزم صحبت کردم و در کمپانی های چند ملیتی و غیره. این بار اجازه بدید به سازمان های تاریخی قدرت یا سازمان های سری که قبلا البته سری بودن و الان دیگه سری نیستن رو روش
تأکیدی داشته باشیم و به صورت بسیار مختصر، چون مسئله بسیار بسیار عمیقی هست و این به صورت گذرا به اون اشاره‌ای داشته باشیم. قبلش هم دوباره من تو تکرار میکنم این مسئله مهمه، روش تأکید میکنم. من قصد گستروندن تئوری توطئه ندارم، به هیچ عنوان نمیخوام بگم هرچی که اتفاق میفته زیر سر این سازمان ها هست. من قضیه رو چند بعدی میبینم، سازمان ها و نهادهای بسیار زیادی در سیاست دخیلن، اما کسانی که تاریخ رو به عمیقا میدانن میدانن که یک سری سازمان های خاصی، یک ساختار هرمی شکل سیاسی که در تعیین استراتژیک، در تعیین تصمیم های استراتژیک سیاسی در جهان مؤثر هست، در جهان وجود دارد. با اجازه شما ما برگردیم به در واقع اصل و اون مرکز این سازمان ها. لطف بفرمایند دوستان عکس شماره 6 رو نشان بدهند. عکس شماره 6، عکس شماره 6 که دو کلید در هم رفته هست، نماد کلیسای واتیکان هست. کلیسای واتیکان و در واقع دین کاتولیک به عنوان یکی از نهادهای بسیار قدرتمند و ثروتمند در جهان از قدیم بوده و هست. این نهاد قدرتمند هرچند که در گذشته مستقیما کشورهای اروپایی رو اداره می کرده، اما اکنون در واقع دیگر و به اونها در واقع در مذهبشون هم دخالت می کرده، الان هرچند که دیگر دخالت مذهبی ندارد و مذهب رو از سیاست جدا کرده است، اما به خاطر قدرتی که دارد و به خاطر منافعی که دارد و به خاطر ثروتی که دارد، همچنان یک ساختار قدرتمند هرمی شکل در جهان رو اداره می کند. من برای مثال عرض کنم خدمت شما که بسیاری از آمارهای درست ثروت و قدرت رو در میدیاها نمی گویند. من الان خدمت شما عرض می کنم که ثروتمندترین بانک جهان، ثروتمندترین بانک جهان، نه یک بانک یهودی است، نه یک بانک آمریکایی است، نه یک بانک آلمانی است، نه بانک بریتانیایی. ثروتمندترین بانک جهان بانک واتیکان در روم است که ثروت بسیار عظیمی دارد، نه یک بانک عربستان سعودی است. این ثروت عظیم مربوط به کلیسای واتیکان هست، به خاطر اینکه این سازمان واتیکان در واقع به عنوان نمادی از امپراتوری روم در حدود 2000 سال به صورت بسیار سیستماتیک و حساب شده ثروت بسیار عظیم و قدرت بسیار عظیمی رو جمع کرده. قبلا مذهبش رو در سیاست دخالت میداد، الان دیگر مذهب رو دخالت نمیدهد الان، ولی همچنان در تصمیم های استراتژیک جهانی به خاطر حقیقتی که برای خودش قائل هست دخالت میکند. و من از دوستان میخوام که لطف کنند عکس 9 رو نشون بدن. عکس 9 رو همونطور که شما میبینید در سمت راست صفحه شما میدان سن پیترز در روم رو دارید و آبلیسکی که جلوش هست، سمت چپ کنگره آمریکا و واشنگتن مانیومنت هست. شباهت این دو تصادفی نیست، این در واقع نشان دهنده در واقع تأثیری که و نفوذی که کلیسای واتیکان در آمریکا دارد رو نشون میدهد و از طریق سازمان ها و اوردرهای مختلفی که در کلیسای واتیکان هستند. و در واقع کلیسای واتیکان امروزه بیش از آنچه که نماد یک کلیسا و یک مذهب کاتولیک باشد، نماد یک قدرت سیاسی عظیم است که در تنها ابرقدرت جهان نیز جریان دارد و شباهت این دو تصادفی نیست و نشان دهنده امتداد امپراتوری روم هست. دوستان لطف بکنن که عکس شماره 111 رو نشون بدن. همون گونه که شما در تصویر 111 میبینید که تصویر بسیار مهمی هست، در این نموداری که من کشیدم در واقع اون ساختار سازمان‌های تاریخی قدرت رو سعی کردم که در اینجا توضیح بدم. همونطور که می‌بینید در مرکز یک مثلثی هست که شخص پاپ و کلیسای واتیکان رو در واقع نشون میده و همچنین در اطراف
در واقع سازمانهای دیگه اوردرهای مختلف کلیسای در واقع کاتولیک رو نشان میدهد که در واقع نشان میدهد که ارتباط کلیسای کاتولیک با عالم سیاست و عالم فرهنگ تنها ارتباط سمبولیک نیست، بلکه ارتباط ارگانیک است و از طریق در واقع اوردرهای مختلف کلیسای واتیکان و از طریق اوردرها و سازمانهای مختلف این کلیسا جاری و ساری است در سیاست جهانی. در سمت بالای این صفحه شما میبینید که نوشته شده است، بالای مثلثی که کلیسای واتیکان در مرکز اون نمودار هست، نوشته شده است سازمانها و مدارس و دانشگاه‌های جزوئیت. جزوئیت ها یکی از گروه هایی هستند که به شدت در سیاست جهان در واقع تأثیر گذارند و اینها در واقع از گذشته بودند، اینها در نوشتن تاریخ جهان سهم بزرگی داشتند و این در واقع بازوهای دست راست کلیسای واتیکان بودند در قرون وسطا که به سازمان است که به وسیله ایگناتیوس لویولا بنیانگذاری شد. در سمت چپ شما لوژهای گوناگون فراماسونری رو میبینید. در لوژهای مختلف فراماسونری که این لوژها رو در واقع جزوئیت ها در آلمان ساختند، برای اولین بار نخستین لوژ رو در آلمان ساختند و همچنین در لهستان و بعداً همچنین در اسکاتلند لوژهای قدیمیش هست، اسکاتیش رایت و انگلستان هست و بعدها در فرانسه هم اینها امتداد پیدا کرد. لوژهای فراماسونری در واقع که مبتکر اون در واقع جزوئیت ها بودند، سازمانی بود که در اون موقع که کلیسای کاتولیک قدرت عظیمی رو داشت و در شمال اروپا نهضت پروتستانتیزم در واقع شروع شده بود، برای جلوگیری از گسترش پروتستانتیزم این لوژهای فراماسونری هدف اولیه‌شون برای اون بود که در کشورهای شمالی که پروتستان بودن ساخته شد، که اینها در واقع بعدها البته کاربرد دیگری پیدا کردند. در سمت راست اون نمودار شما کلاب‌های سیاسی و اقتصادی مانند کلاب بیلدربرگ و روم رو میبینید که اینها رو بعداً دربارش توضیح میدم. در سمت پایینش شما شوالیه های مالتا رو میبینید. شوالیه های مالتا یکی از قدیمی ترین اوردر های کلیسای واتیکان هست. شوالیه های مالتا کسانی هستند که در واقع جنرال کل اونها به وسیله شخص پاپ تعیین میشود و اشخاص مهمی در جهان که وزیرای دفاع مهمی هستند در جهان، مانند در واقع آقای سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه، در واقع جزء این شوالیه های مالتا هستند که در واقع مستقیما تحت نظر پاپ هستند. همچنین در بالای صفحه ما یک ستاره ای رو میبینیم، قسمت بالا سمت راست، که زدم احزاب راست و فزب فدرال نسلوژ با بیزاپاسنستی، در واقع همون کاگبه هست که در واقع قبلا وجود داشت و الان فزب هست، این روسیه هست، بلوک قدرت روسیه هست و سازمان فزب که شما سازمان اطلاعاتی جدید اون هست که به جای کاگبه اومده. در سمت چپ شما یک خورشیدی رو میبینید که اون در واقع آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کشورهای ناتو هستند که در واقع و همچنین سازمانهای اطلاعاتی اونها از جمله پنج چشم یعنی سازمانهای اطلاعاتی در واقع بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و آمریکا. در قسمت پایین اون نمودار شما یک هلالی رو میبینید که نماینده از اسلامگرایان هست که دو گروه تندرو و کندرو هستند و همچنین در واقع اسلام شیعه و اسلام سنی. و در سمت چپ شما ستاره‌ای که میبینید که به نام ستاره داوود مشخص شده، البته این ستاره خیلی کهن‌تر از ستاره از زمان داوود هم بوده، که اونجا هم دو گروه یهودی داریم، یهودیان تندرو و یهودیانی که معتدل‌تر هستند و کندرو و سازمان اطلاعاتی اونها موساد هست. حالا آنچه که در این نمودار مهم هست این است که آن روابطی رو که من با در هایلایت کردم به رنگ صورتی، ما اون روابط رو در میدیاها میبینیم.
اما اون در واقع اون پیکان ها و اون فلش هایی که مشخص کردن به رنگ صورتی، یعنی روابط بین آمریکا و روسیه، روابط بین روسیه و کشورهای اسلامی، روابط بین آمریکا و اسرائیل، روابط بین اسرائیل و کشورهای اسلامی، این آن چیزهایی است که ما در میدیا میبینیم و این روابط رو من به صورت پیکان صورتی مشخص کردم. اما روابطی که در درون اینها هست، یعنی اون فلش های نازک که به رنگ آبی هست، یعنی روابط این ارگان های مختلف با همدیگه که الان دیگه جداگونه من وقت نیست که توضیح بدم، رو در میدیاها به اونها پرداخته نمی شود. فقط خواستم بگم که کلیسای در واقع شخص پاپ و کلیسای واتیکان به صورت مستقیم از طریق اوردرها و سازمان های خودش، همون گونه که در این نمودار مشخص هست، روابطی دارد با آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای ناتو، روابطی دارد با روسیه، روابطی دارد با اسرائیل و روابطی دارد با کشورهای اسلامی. حالا این اردن ها و این سازمان ها چگونه این روابط بسیار پیچیده و تو در تو رو ایجاد میکنن، من سعی میکنم به صورت بسیار خلاصه اونها رو الان توضیح بدم. نکته ای که برای من جالب بود جز این علامتی که نشون دادید که نشانه واتیکان بود، دو تا کلید بود. نقش کلید رو ما در بسیاری از مسائل سیاسی میبینیم، از جمله آقای روحانی موقع انتخاباتش یک کلید رو به دست میگرفت و این کلید نقش اساسی داشت. امیدوارم شوخی باشه، ولی آیا ارتباطی بین این کلید و اون کلید کلیسا هست یا نه آقای حاضری؟ بله جناب کاردان، در واقع همونطور که شما میدونید مسائل سیاست مسائل نمادها و سمبولها هست. هیچ کس نمیاد داد بزند و فریاد بزند و این مسائل رو بگوید. تنها محققینی هستند مثل من که اگه تحقیق بکنن این مسائل رو متوجه میشن. شما باید شواهد و قرائن رو کنار هم بگذارید تا به اون نتایج در واقع برسید. درباره آنچه که شما فرمودید دقیقا درست است. ما در ایران فعلی ما افرادی رو داریم که اینها وابستگی هایی دارن به لوژهای فراماسونری. لوژهای فراماسونری هم قبلش من بخوام بگم یکی از این سازمان ها و اوردرهایی هست که با تعامل و همکاری با پاپ دارد و با کلیسای واتیکان دارد و در واقع همه اون سازمان ها نیستن و سازمان های متفاوتی هستند که در اون نماد در اون در واقع نمودار من نشون دادم. همچنین در واقع فراماسونرها من میخوام بگم لوژ های مختلفی دارن. ما افراد بسیار برجسته ای داریم که خدمت های بسیار زیادی به تاریخ و فرهنگ ایران کردن و اینها و عصر شکوهمند پهلوی رو در ایران به وجود آوردن. کسانی مثل روانشاد فروغی، اینها فراماسون بودن یا فراماسون در ایران میگن بودن. ما کسانی رو داریم مثل آقای مشیرالدوله پیرنیا که اولین بار کتاب تاریخ ایران باستان رو نوشت، اینا همه فراماسون بودن، یعنی در اواخر قاجار هم اینها حضور داشتن. بنابراین فراماسونری برخی لوژهاش خدمت‌های بسیار بزرگی می‌کند، اما از اونجایی که فلسفه فراماسونری بسیار پیچیده است، ما لوژهای فریماسونری داریم که اعتقاد دارن برای رسیدن به نور باید از ظلمت گذشت. یعنی بعضی اوقات که شما می‌بینید یک سری مشکلات و گرفتاری‌های در جهان هست و اونها رو نسبت به فریماسونرها میدن، هدفشون در واقع رسیدن به نور هست اما از طریق ظلمت، که مردم قدر نور رو در واقع بدونن. یکی از این مسائل این فلسفه‌شون بسیار مهم هست، چون اندیشه کهن میترائیسم هست. درباره اون کلید هم الان خدمتون توضیح میدم. دوستان لطف بکنن که عکس 81 و 82 رو نشون بدن. بله همونطور که میبینید پرگار و در واقع گونیا که وسط اون خورشید هست، یا بعضی اوقات حرف جی رو نوشته شده، در شکل 81 خورشید هست و در شکل 82 جی هست، نمادی از فریماسونری هست و اون خورشید یا نور و روشنایی سمبولی از خداوند ماسون ها هست که همان میترا در ایران باستان بوده است. لطف بفرمایید دوستان عکس شماره 88 رو هم 82 رو هم نشون بدن. 82 رو نشون بدن، متشکر. همچنین 88 رو هم نشون بدن. 88
درباره فریماسونری. این آقای آلبرت پایک هست. دوستانی که دوست دارن اطلاعات بیشتری درباره فریماسونری بگیرن، به اطلاعات و ضد اطلاعات زیادی که در اینترنت وجود دارد توجه نکنند. این دوستان در واقع می توانند به منابع اصلی توجه کنند. منابع اصلی یکی از کسانی که ایدئولوژی فریماسونری رو می نویسد و شخصیت بسیار مهمی است، آقای آلبرت پایک هست که تصویرش رو شما می بینید. ایشون کتابی دارد به نام Morals and Dogmas. این کتاب به زبان انگلیسی است، به زبان فارسی وجود ندارد و در آن توضیح می‌دهد درباره خداوند نور و که خورشید سمبل اون هست. البته این رو باید عرض کنم که فراماسونری نه تنها سازمان بدی نیست، بلکه اتفاقا ما نیاز داریم که ایرانی‌های بیشتری هم در این سازمان باشند، برای اینکه پیوند دارد با ایران کهن و با دین میترا، چون میترا در واقع خداوند خورشید یا میترای اوستایی که در مهرگشت اوستا هم از آن یاد شده است، در واقع همین خدا هست و این خدا حتی در اقوام آریایی و ایرانی هیتی ها نیز وجود داشته است. دوستان لطف کنن عکس 18 19 و 20 رو نشون بدن. بله، همونطور که شما میبینید در عکس 18 شما اون بالای صفحه شما خورشید رو میبینید که به صورت بالدار است. این بعداً به صورت نشان فروه یا فروهر در آمده است و این نشان فروهر یا فروهر که امروزه میپندارن نشان زرتشتی است، این در واقع نشان میترایی است و حتی متاسفانه تاریخ دانان ما حتی نمیدانند که این به چه مفهومی است. در زمان هیتی ها این خداوند خورشید که مردم ایرانی و آریایی بودند، این در واقع خداوند خورشید ستایش میشده است. این هیتی ها در واقع بعدها به مصر باستان مهاجرت میکنند و در بین اینها اقوام هیتی، اقوام کاسپی بودند و آن چیزی که مصریان باستان آنها رو هیکسوس می نامند و این ایده میترا و خورشید پرستی و نور پرستی حالا رو با خودشون به مصر باستان می برند که می شود اساسی برای فریماسونری و این اکالتیزمی که در واقع وجود دارد. هیکسوس ها و همچنین کاسپیا حدود 1700 پیش از میلاد به در واقع مصر میرسند. دوستان لطف کنن عکس 19 و 20 رو هم سریعتر نشون بدن. 19 رو همونطور که میبینید عکسی هستش که همون نماد این بار مهر ایرانی رو در مصر میبینید. مصری ها به این شکل در آوردنش. عکس 20 رو هم دوستان نشون بدن. 20 رو دوستان نشون بدن. این همانیست که ما به آن نشان فروه میگوییم که به اشتباه نشان دین زرتشت رو میگن. این نشان بسیار کهن‌تر است و از هیتی ها که اقوام ایرانی بودن میآید و نشان دین مهر و میترا و نور است و اون حلقه‌ای هم که در دست این فرد هست حلقه پیمان با میترا یا مهر است، همون حلقه ای است که امروزه در ازدواج دستشون میکنن زنان و مردان به نشان مهر و دوستی و در همه دنیا این هم سنت ایرانی هست، این حلقه‌ای که دستشون میشه. دوستان لطف کنن عکس 30 رو نشون بدن. درباره 30 باز دوباره همین مهر رو میبینیم که نشان کهن‌ترین نشانش هست که در ایران هست. دوستان عکس 31 رو نشون بدن. میبینید باز اونجا در واقع یک تصویری هست از میترا بالای در واقع این سکه نمایان شده است و این میترا که پشت سرش یک حاله نوری در واقع هست یا یک خورشیدی در واقع وجود دارد، نمان خدای خورشید هست. عکس 32 رو لطفا دوستان نشون بدن. همونطور که شما میبینید میترا رو ما در سمت چپ و مجسمه آزادی رو سمت راست داریم. جناب کاردان، من مفتخرم به شما بگم که در شرق و غرب آمریکا فرهنگ ایرانی جاری است. در غرب آمریکا چندی پیش در واقع منشور کوروش بزرگ رو مجسمش رو در لس آنجلس گذاشتن و در غرب آمریکا در لس آنجلس کالیفرنیا و در شرق آمریکا اون چیزی که ما به آن استاتیو اف لیبرتی میگویند و مجسمه آزادی که هدیه فرانسه به آمریکا است، در واقع هدیه لوژ ماسونی فراماسونری گراندوریان فرانسه هست و این در واقع مجسمه سمبل میترا خدای خورشید هست، خدای ایران باستان هست که فرانسوی ها به آن ماریان میگویند. این سمبل ایرانی امروز سمبل آمریکا شده است و جالبیش اینه که اینو خواستم بگم. 33 رو هم دوستان نشون بدن. 33 اینجا هم که میبینید سمت چپ میترا و مهر در کندکاری های ساسانی هست، در وسط میترا یا مهر در روم باستان هست و در سمت راست مجسمه آزادی هست.
دوستان تصویر 34 رو نشون بدن، تصویر بعدی رو. بله، این رو شما میبینید، تصویر میترا یا مه. مه آندروجنیک بوده است، یعنی برخی اقوامون رو به صورت مرد میپنداشتن، برخی اقوامون رو به صورت زن میپنداشتن. در کردستان، در کردستان ترکیه و در کردستان باستان اون رو به صورت مرد میپنداشتن. این عکسی که در کردستان ترکیه در واقع به دست آمده است، این مجسمه نمادی از مهپرستی کردان هست که در آیین یزیدی یا ایزدی ها در واقع هنوز به اون پایبند هست. لطفاً عکس بعدی رو 34 هست فکر کنم نشون بدن دوستان. بل عکس بعدی این مجسمه مهر در کلیسای واتیکان در روم هست و در موزه واتیکان که از غنی ترین و اسرارآمیز ترین موزه های جهان هست، در واقع که خیلی از آرشیو اون هم به روی عموم بسته هست، در واقع این مجسمه ها وجود دارد. مجسمه میترا هست. لطفاً دوستان عکس بعدی رو هم نشون بدن که در اون ایمیل هست. بله، این دوباره باز میترا هست در حال قربانی کردن گاو که ما این رو میبینیم. باز عکس های بعدی رو هم نشون بدن دوستان. باز بعدی و بعدی. بله همین. بله این دیگه لازم نیست. بله خیلی ممنون. بله این عکس‌ها مهمی بود که من فقط نشون بدم که این میترایی که ما از اون صحبت میکنیم که اساس بنیان فکری فریماسون ها رو تشکیل میدهد، اساس بنیان فکری در کلیسای واتیکان رو هم حتی تشکیل میدهد، چون کلیسای واتیکان و شخص پاپ به عنوان کسی است که در واقع استاد اعظم همه لوژها هست، در واقع بنیان فکریشون بر پایه این ایده ایرانی هست. ولی امروز متاسفانه فریماسون های بسیار کمی در از ایران هستند، برای همین هست که اون رو بیشتر به مصر باستان دیگه عادت شده است نسبت میدهند و این ریشه ایرانیش فراموش شده است. حالا من چون فرصت کم هستش، فقط از دوستان میخواهم که عکس های 91 92 93 و 94 رو به صورت بسیار سریع هر کدوم رو روش یکی دو ثانیه فقط نشون بدن. این خدای رای هست، خدای را یا خداوند خورشید، و اون چشم اون هست که همه چیز رو میبیند، همون گونه که در اوستا آمده است که میترا همه چیز را میبیند و بر همه چیز آگاه است و چندین چشم دارد. این خدای را در مصر باستان هست. عکسای بعدی رو لطفا نشون بدن دوستان. این هوروس هست در یونان، در مصر باستان. هوروس فرزند آیسیس و اوسایریس هست و همونطور که عرضم به حضور شما میبینید، هوروس در واقع یکی از خدایان مصر باستان بوده است و نامش از نام اوستایی هورا و اهورا میاد، در واقع که مصری ها اون رو به عنوان یکی از خدایان در نظر میگرفتن. عکس بعدی رو نشون بدن. این اوسایریس هست، پدر هوروس در این میفولوژی، در میتولوژی در واقع اسطوره شناسی در واقع مصر باستان. عکس بعدی رو نشون بدن. و اما این آیسیس هست، آیسیس مادر هوروس هست و همسر اوسایریس هست. آیسیس رو ما امروز در جهان سیاست هم میدونیم، یک گروهی هست که به اسم در واقع دولت اسلامی عراق و شام که مخففش میشود آیسیس، و این دولت نشانش نشان ماه هست، یک کره ماه سفید که نشان آیسیس در مصر باستان هم بوده است. اینا رو من اشاره های فقط گذرا بهش میکنم، اون کسانی که باید درک بکنن درک میکنن. لطف بکنن که عکس شماره 28 و 29 رو دوستان نشون بدن. 28 این پرچم دولت اسلامی در عراق بود و 29 این مجسمه آیسیس هست و اون هلال ماهی که بالای سرش هست. عرضم به حضور شما که این یک مختصری توضیح بود از در واقع ایدئولوژی فریماسون ها، که این بسیار مهم است که ایرانی ها اون رو بدونند. به ظاهر مذهبی می آید، به ظاهر اسطوره می آید، اما اینا چیزایی است که در جهان سیاست ما وجود دارد و در واقع جهان ما در واقع تاثیرپذیر از اونها هست تا اندازه بسیار زیادی. و در واقع این اندیشه اصلی از ایران باستان می آید و مهاجرت اونها به مصر رفته است. از مصر بعدها شوالیه های معبد اونها رو در جنگ های صلیبی به اروپا میارند، سازمان جزویت ها تشکیل می شود، جزویت ها بعدا فریماسون ها رو تأسیس می کنند و اینها در جهان پراکنده می شوند و همشون در ارتباط تنگاتنگ با کلیسای واتیکان هستند، این گروه ها و کلیسای روم هستند.
خیال میکنم باید در فرصت بیشتری در مورد فراماسون یا فریمیسون ها صحبت بکنیم، برای اینکه ما تا اونجا که میدونیم که اینها معمارانی بودن و علامتشون همون گونی هاست که و در جهان این معماران، حالا این لغت معمار رو میشه تجزیه و تحلیل کرد و میدانیم که بسیاری از انقلاب ها و مسالک در دنیا اتفاق افتاده و انقلاب کبیر فرانسه یا در همین آمریکا خیلی ها معتقدند که فراماسون ها نقش اساسی داشتند در دگرگونی سیاست در این کشورها. نظر شما در این باره چیه؟ بله، فریماسون ها اون بناها در واقع، حالا من وارد اون بحث نمیشم چون بحث طولانی هستش، اونها در واقع کسانی بودن که معبدهای عظیم و کاخهای بزرگ رو در جهان باستان میساختن، از اون جهت بودن مثلا معبد سلیمان رو ساختند، اهرام ثلاثه رو ساختند، برج بابل و غیره رو، از این جهت به اون کاری که مردم میدیدند اونها رو به نام بناها شناختند یا معماران شناختند. امروزه هم خودشون را معماران سیاست جهانی میدونند و استراتژی های بزرگ جهانی رو تعیین میکنند. من دوست دارم که دوستان در عکس های در واقع 7 و 8 رو نشون بدم. بعد عکس 7 رو همونطور که میبینی سمت چپ آیسیس هست و سمت راست اوسایریس هست و آیسیس یک کلیدی در دست دارد. این کلید همون کلیدی است که امروزه سمبل کلیسای واتیکان شده است و این همون کلید کلیدی است که سمبل لوژهای فراماسونری شده است و سمبل نفوذ فریماسون ها در گروه ها و در واقع سازمان های مختلف سیاسی. این کلید رو دوستان لطف کنن عکس 8 رو هم نشون بدن. این کلید، کلید آن هست که بهش میگویند، کلید معبدی هست که با اون فریماسون ها معبدهای و اهرام مصر باستان رو باز میکردن، در اون رو باز میکردن و در واقع به میگفتن که در اونها رازهایی دارن که به حقیقت میرسند. این کلید در واقع کلید کلیسای واتیکان شده است که گویا رازی دارد، گویا در واقع چیزی دارد که باید با این کلید آن را باز کرد و به اون حقیقت رسید. این کلید همون کلیدی است که شما در دست آقای روحانی هم میبینید. عکس 39، 40، 41، 42 و 43 رو دوستان نشون بدن. این کلید رو عکس 39 Department of the Treasury یا خزانه داری آمریکا هست که این کلید رو فکر نکنید که چون خزانه هست اون کلید رو گذاشتن. ارتباط این نهاد کاملا خصوصی، نهاد دولتی نیست، این نهاد صاحبان خصوصی در آمریکا دارد، با یک سری سازمان ها نشان میداد. عکس بعدی لطفا، چون زمان کم هست دوستان، سریعتر. 40 باز دوباره همون کلید نماد کلیسای واتیکان هست. 41 رو دوستان نشون بدن. عکس بعدی 41، این همون کلیدی هست که دست آقای روحانی هست که شما پرسش کردید جناب کاردان. عکس 42 دقیقا دوباره این هم همون عکس کلیدی که دست آقای روحانی هست. شما ببینید این کلید در واقع شوخی نیست، این کلید دقیقا حتی مدل کلید همون کلیدی است که نشان واتیکان هست. دوستان عکس های دیگر هم سریع نشون بدن چون وقت کم داریم. بله، و عکس بعدی، بله این عکس مربوط میشه. بله اینجا هم شما نگه دارین دوستان، یکی از قدیمی ترین در واقع اوردرها و نهادهای سازمان کاتولیک در واقع عکس در واقع اردن های شوالیه های معبد هست، ببخشید اردن شوالیه های مالت هست. شوالیه های مالت اون سوپریم جنرال کلش که سمت چپ هست به وسیله پاپ تعیین میشه. افراد معروف در اینها میگم سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه و خیلی افراد هستن، حالا من نام نمیارن، که با این نام دارن، یعنی از طریق این افراد میتونن چگونه به فرمانهای در واقع شخص پاپ رو، چون کسانی که بعد عکس بعدی رو نشون بدن، چون میتونن شخص پاپ رو، لطف کنن عکس بعدی رو دوباره نشون بدن. بله اینو که میبینید آقای سرگئی شایگو هست که از همین سوپریم جنرال اینجا در واقع مفتخر میشه به شوالیه معبد، یعنی از همین لحظه که ایشون شوالیه معبد میشه ایشون باید در واقع تحت فرمان سمبولیک پاپ باشه، حالا سمبولیک یا واقعیش دیگه اون خودشان بماند. بله این دوستان
بله دوستان ببخشید، دوستان موقعی که عکسای 39 40 41 42 رو نشون میدادن، عکس 43 رو از جا انداختن. 43 رو بله، این عکس 43 هست. ببینید این نشنال سکیوریتی ایجنسی هست. ببینید اون کلید رو، اون دوستانی که فکر میکنن اون کلید خزانه برای اینکه در خزانه آمریکا اونطوری بوده، اینجا NSA یا نشنال سکیوریتی ایجنسی بالاترین در واقع سازمان سیاسی، سازمان اطلاعاتی آمریکا است که از CIA مخفیانه تر کار میکنه و چند وقت پیش هم یک در واقع اسکاندالی، یک حادثه پیش اومده بود برای این سازمان، درز اطلاعاتی رخ داده بود. این هم کلید رو شما در این سازمان اطلاعاتی میبینید، نمادش رو. این بسیار مهم هست دوستان. عکسای در واقع 25 26 و 27 رو نشون بدن. عکس 25، عکس 25 شما اینجا آقای هاشمی رفسنجانی رو ببینید. آقای رفسنجانی اینجا شما گمان نکنید که ایشون دلش درد میکنه یا شکمشون میخاره. در واقع این یک نماد فریماسونری هست که در واقع بیشتر سیاستمداران بزرگ دنیا این سمبول ها رو به کار میبرن. عکس 26 رو دوستان نشون بدن. همین جوری که آقای رفسنجانی این عکس رو انداخته است، میبینید آقای استالین، حتی مارکس رهبر در واقع یکی از ایدئولوگ های کمونیسم، ناپلئون بناپارت و واشنگتن، همون در آمریکا که در واقع آقای واشنگتن رو شما میبینید که در جوانی این عکس ها به این پست هستند. 27 رو نشون بدن دوستان. 27 رو میبینید، حتی پاپ فرانسیس رو شما میبینید با این پوز، میبینید واشنگتن دوباره، عرضم به حضور شما استالین و اون عکسی که نماد یک فریماسون است. عکس 23 و 24 رو دوستان نشون بدن. 23 و 24 رو، 23 و 24 شما اون چشمی که در پشت اسکناس های یک دلاری آمریکا میبینید، همون در واقع اون چشمی که درون یک هرم قرار داره، همون رو در کاخ کرملین مسکو شما اون رو میبینید. و در واقع در کاخ کرملین مسکو هم این نماد فریماسونری در واقع وجود داره، این کاخ کرملین درونش هست. دوستان عکس های 70، 71، 72 و 73 رو نشون بدن. بله، این نماد مجلس جدید ایران هست. اینجا سوال اینجاست که آیا این مجلس، اگر قرار مجلس هر کشوری باید بر پایه ساختمان سنتی اون کشور درست بشود، آیا معماری ایرانی یا معماری که حتی پس از اسلام در ایران رایج بوده، آیا همچین شکلی داره؟ شما در وسط اون اگر دقت بکنید، در وسط اون شما یک هرم میبینید و با بله عکس بعدی، بله یک هرم میبینید و یک نور روشن که سمبل چش هست. این نمادی از مجلس ایران هست که یک هرم هست مانند اهرام مصر و یک نماد کاملا فریماسونری که در جمهوری اسلامی ساخته شده. و این سوال رو باید کرد از اونها که چرا مجلس ایران باید معماری داشته باشد که ربطی به ملیت اون ندارد. بله، این هم میدان انقلاب هست و ستاره داوود که در اونجا بوده. ستاره داوود یک نماد فریماسونری است. یهودی ها بعدن این رو گرفتن و استفاده کردن. میدان انقلاب، دقت کنید چقدر سمبولیک است، میدان انقلاب ایران و یک ستاره فریماسونری که سمبولی است از ستاره ساترن، در واقع این ستاره ششگوش سمبولی از اون هست. بعدن این به ستاره داوود معروف شد، دقیقا در میدان انقلاب. دقت بفرمایید، پس این رو بعدن انقدر دیگه صدا کرد که این رو برداشتن و الان دیگه جا چیز دیگه ای ساختن. بله دوستان، همچنین لطف کنن عکس 21 و 22 رو نشون بدن. 21 و 22 این همون نمادها رو شما پشت دلار میبینید. 21 و 22 بله که این در دلار اون کلمات رو میبینید به هم وصل بشه، کلمه ماسون هست. همچنین دوستان عکسای 331 تا 336 رو نشون بدن. شما همونطور که میبینید اینجا آقای روحانی رو میبینید که در واقع در جلوی پاپ نشسته است و پاپ دفترش رو سمبولیک باز میکند تا ایشون رو به صورت سمبولیک، اینا همه سمبولیک هست، در واقع بازخواست بکند از اینکه چه کرده است و چه نکرده. عکس بعدی رو سریعتر نشون بدن. 332 آقای خاتمی، ساختمانی که به یادمان آقای خاتمی هست، جلوش دوتا ابوالهول هست که نماد فریماسونری هست. 333 عکس بعدی آقای میرحسین موسوی و پاپ. 334 بعدی
آقای بله این البته اینجا کمی شوخی کردن، بله 34 35 آقای خاتمی هست در دیدار با پاپای مختلف و باز همون دفتری که باز است. عکس همینطوری بله آقای خاتمی در مصر، بله عکس 61 و 62 رو هم دوستان نشون بدن که ما بتونیم به یک نتیجه گیری بکنیم. بله این هم نمادهای فریماسونری در پایتخت قزاقستان هست، در واقع پایتخت آستانه، پایتخت شهر جدیدی که نورسلطان نظربایف اون رو ساخته است. ببینید هدف اصلی در واقع من از اونجایی که جناب کاردان من خیلی معذرت میخوام، ولی اگه اجازه بدید من فقط در 5 دقیقه یک نتیجه گیری بکنم که این بسیار مهم هستش، چون این در واقع میخوایم که قضیه رو ببندیم. و درباره فراماسونرها همونطور در اون جدولی که من نشون دادم در واقع در داخل ایران هم وجود داره. من البته نمیخوام این رو بخوام بگم که فقط مربوط به این گروه اصلاح طلبان هست یا برای مربوط به گروه آقای هاشمی رفسنجانی هست و افرادی که به ایشون وابسته هستند. در فریماسونری در واقع فقط این گروه نیستن، احزاب دیگری مثل حزب مؤتلفه اسلامی در واقع در این مسئله دخالت دارند و همچنین برخی از جنرال های سپاه هم در این مسئله دخیل هستند. بنابراین نمیخوام فقط اینها رو بگم، ولی اینها بسیار در واقع آشکارتر هست. نمیخوام من بگم که هر آنچه که میکنن توطئه هست، فقط این عکس ها نشون دهنده ای هست بر صدق گفتار من که اینها این روابط در واقع وجود دارد. همچنین مسئله بعدی که میخواستم من بگم جزویت ها هست، که جزویت ها در واقع سازمانی هستند که در واقع فریماسونری رو به وجود آوردن و در قرن 16 هم ایگناتیوس لویولا هست که اون رو بنیان گذاشت. و جزویت ها رو اگر که کسانی میخوان اهمیت جزویت ها رو در سیاست جهانی هم بدانند، در واقع کسانی هستند که در واقع تمام کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا پس از آن که کمپین های انتخاباتیشان تمام می شود در مهمانی آرک بیشاپ نیویورک یا اسقف اعظم نیویورک که یک جزوئیت هست شرکت می کنند و در واقع به جزوئیت ها ادای احترام می کنند. در اینجا دوستان در واقع فیلم 222 از دقیقه 17 به بعد رو نشون بدم که در واقع در آلفرد اسمیت چریتی دینر یا مهمانی شام در واقع خیرخواهانه آلفرد اسمیت که در واقع تمام شخصیت های بزرگ جهانی در آن شرکت می کنند و یک جزویت پارتی هست و یک مهمونی جزویت ها در واقع هست، چگونه خانم کلینتون صحبت می کند و از جزویت ها تعریف می کند. جزویت ها دانشگاه ها و مدارس بسیار زیادی دارند که از جمله آقای ترامپ از دانشگاه فوردهم که یک دانشگاه جزویت است فارغ التحصیل شده، آقای پاپ فرانسیس و یکی از مشاوران گذشته و حال آقای ترامپ استیون بنن جزو در واقع فارغ التحصیلان جزویت ها هستند. ما متاسفانه چون وقت بیشتری نداریم من در این باره توضیح نمیدم، ولی به طور خلاصه عرض کنم که در واقع کلیسای کاتولیک، شخص پاپ و کلیسای واتیکان به عنوان یک نهاد پرقدرت نه در امور دینی اما به عنوان نماینده و امپراتور جهان غرب از طریق اوردرها و سازمانهایی که دارد از جمله لوژهای فریماسونری، از جمله جزویت ها، از جمله شوالیه های در واقع مالت و همچنین کلاب های دیگری که امروز وقت نشد درباره اونها صحبت بکنیم، مثل کلاب بیلدربرگ یا کلاب در واقع روم که اینها کلاب های تازه تاسیس تری هستند نسبت به لوژهای قدیمی، اینها یک سری ساختار شبکه مانند درون بلوک های قدرت سیاسی در جهان و ایدئولوژی های مختلف سیاسی دارند و از این طریق در تعیین استراتژی های جهانی تاثیر میگذارند. تاثیرشون هم به عنوان چیز بدی نباید در نظر گرفت همیشه، به خاطر اینکه اینها یک فلسفه بسیار عجیبی دارن. امکان دارد که در واقع اعتقاد بر این دارن که گاهی اوقات باید از راه شر به خیر رسید و بنابراین بعضی کارهایی رو که میبینید کارهای عجیب غریبی انجام میشود، بعضی اوقات در واقع از طریق نیت بدی نیست. به قول معروف پدر بزرگ من تیمورخان افشار نادری، ایشون همیشه میگفتن که در واقع ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم و در واقع این شاید به صورت بسیار موجزی بتواند بگوید که چرا برخی از این سازمان ها که امروز هم اسنادش دارد در میآید در تسریع انقلاب ایران
به در واقع مؤثر واقع شدن و اون انقلاب اتفاق افتاد. حالا من متاسفانه چون وقت زیاد نیست دیگه مجبورم این رو تمومش بکنم و از این دیگه توضیح بیشتری نمیتونم بدم. خب با اون فیلمی رو که شما گفتید نگاه میکنیم. Is the belief that in order to achieve salvation we need both faith and good works. And you certainly don't need to be Catholic to be inspired by the humility and heart of the Holy Father, Pope Francis, or to embrace his message. His message about rejecting a mindset of hostility, his calls to reduce inequality, his warnings about climate change, his appeal that we build bridges, not walls. Now, as you may know, my running mate, Tim, is Catholic and went to Jesuit schools. And one of the things he and I have talked about is this idea from the Jesuits of the Magis, the more, the better. Well, we need to get better at finding ways to disagree on matters of policy while agreeing on questions of decency and civility. How we talk to each other, treat each other, respect each other. So I've taken this concept of Magis to heart in this campaign as best as one can in the daily heat, the back and forth of a presidential campaign, to ask how we can do more for each other and better for each other. Because I believe that for each of us, our greatest monument on this earth won't be what we build, but the lives we touch. And that is ultimately what this dinner is all about. And it's why it's been such a great honor to join you all again. Thank you. بسیار جالب بود آقای دکتر حاضری عزیز. برای من خیلی جالب بود و من هنوز واقعا سوالات بسیار دارم در این مورد. از شما تشکر میکنم و شبها و روزهای خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم در برنامه‌های آیندهم شما حضور داشته باشین و از این توضیحاتی که واقعا جالب بود به ما بدین برای اینکه یک پنجره‌ای رو به ما باز بشه که سیاست رو بهتر بشناسیم. با تشکر از شما. من هم جناب کاردان از شما سپاسگزارم. این شبکه‌ای که من گفتم شبکه بسیار پیچیده‌ای هست که در نمودار 111 در واقع مشخص است و امیدوارم که فرصت باشه بعداً هم بشه اونها درباره اینها توضیح داد. به هر حال باید ساختارها رو شناخت و رو در بایستی رو کنار گذاشت. در ایران بدفهمی نسبت به این سازمان‌ها وجود دارد، باید اونها رو آشکارا با مردم در میان گذاشت. حق ایران هست، حکومتی که یک زمانی برای دنیا دستور می نوشت، امروزه در واقع اونقدر بدفهمی وجود دارد که حتی نه در داخل ایران، در خارج ایران هم این سازمان ها رو به درستی نمی دونن و رابطه اونها رو نمی دونن و یک سری چیزهایی نسبت می دن که واقعی نیست. به هر حال جناب کاردان از شما و همکارانتون سپاسگزارم. ممنونم از شما و شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو می کنم. با امید دیدار.